نیکی هیله درنو قدرمنه هیوادوالو په دې هیله چې ټول برات روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو قدرمنه هیوادوالو نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې حاضرم له یو نوی درس سره. زمونږ د نوی درس موضوع ده هاف ټو او هاز ټو. دا چې هاف ټو او هاز ټو څه دي نو راځئ چې په ګډه یې زده کړو. سلام هم وطنانو نهایت عزیز، امیدوار هستم که همهتان جور و سر حال باشین. امروز باز هم من عارف وریا خدمت شما عزیزان هستم با یک درس جدید. موضوع درس ما امروز هستک هاف ټو و هاز ټو. هاف ټو و هاز ټو چی مانا و چه قسم ما شما میتونیم که در جملات استفاده کنیم ازشان؟ پس بیاید که با هم یاد بگیریم. دوستانو هیر مونیشی از ما در یوتیوب چینل در سر سبسکرایب که او دا ویدیو لملگرو دوستانو سر هم شریک که. دوستان حت عزیز، امیدوار هستم که سبسکرایب چینل یوتیوب ما را فراموش نکنین و همچنان این ویدیو را با دوستانتان نیز شریک بسازید. مننه. دوستانو هاف ټو او هاز ټو څه وخت موږ تاسو استعمالولی شو، ولې دا استعمالیږي او مانا یې څه شی ده؟ هاف ټو او هاز ټو دا چې دي دواړه په ګرامر کې ورته موږ تاسو وایي ماډل اگزلری وربس. څه شی ورته وایي؟ ماډل اگزلری وربس. ماډل اگزلری ورب مانا ده وضعیتی کمکی فعلونه دی چې موږ تاسو په ګرامر کې زیات استعمالو. دوستان حت عزیز، هاف ټو و هاز ټو هر دویشان اینا را در ګرامر برشان میگه که ماډل اگزلری ورب، یعنی فعلای کمکی وضعیتی که وضعیت تشریح میکنه. پس ای هاف ټو و هاز ټو چی مانا و چه قسم ما میتونیم که در جملات استفاده کنیم؟ دوستانو راځئ چې زده کړو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې هاف ټو او هاز ټو په جملو کې استعمال کنیم. فرق څه شی ده؟ دوستان یو هاف ټو ده هاف ټو، بل ده هاز ټو. د دې دواړو فرق دا ده چې هاف ټو له آی وی یو دی او جمع اسمونه سره استعمالیږي. لومړی به په هاف ټو باندې خبرې وکړو. هاف ټو لکه څرنګه مې چې ویلې چې له آی وی یو دی، که چېرته یوه جمله زمونږ یا د جملې فایل زمونږ ستاسو آی وی یو دی او جمع اسمونه، جمع اسمونه یعنی له یو نه زیات کسان وي، نو بیا موږ تاسو هاف ټو استعمالوو. مثلا په مثال کې زه درته وایم چې آی هاف ټو ګو ټو سکول، زه باید ښوونځی ته لاړ شم، من باید مکتب بروم. دیزی که دی هاف ټو مانا باید ده. هاف ټو څه مانا؟ باید. دوستان نهایت عزیز، هاف ټو و هاز ټو داریم. اول درس ما هاف ټو است، بالای هاف ټو صحبت میکنیم که هاف ټو چی وقت استفاده میشه و چی مانا. مانای هاف ټو باید است، یعنی باید. و هاف ټو که است وقتی که فاعل جمله ما کننده عمل هی ببخشین آی وی یو دی و یا اسم جمع باشه. چی باشه؟ آی وی یو دی و یا اسم جمع، یعنی از یک نفر بیشتر باشه ما هاف ټو را در جملات استفاده میکنیم. مثلا من میگم که I have to go to school. من باید مکتب بروم. I have to go to school. من باید مکتب بروم. یا مثلا I گفتیم، دو میشه گفتیم که we have to clean the house. من باید کور صفا کرو. We گره پا جمله سر که we راغی، چکل we راغی بیا have to استعمالیگی. We یعنی زیمال مصر نور کسان هم دی. We منگ We have to clean the house. من باید کور صفا کو. یا We have to clean the house. ما باید خانه را تمیز کنیم. در اینجا چون فایل جمله ما شما We هستک، باز هم have to استفاده کردیم. You have to clean your car. You have to clean your car. ته باید خپل موتر صفا کری. شما باید موتر خود را تمیز کنید. دیزی که یو بیا رغله ده یو سره هاف ټو رازی. دوستانو هاف ټو د آی وی او یو سره مو استعمال کړه. دی اوس د دی نوبت ده، آلی با دی استفاده میکنیم. مثلا میگیم که دی هاف ټو ایت لانچ. دی هاف ټو ایت لانچ، هغوی باید د غرمې ډوډۍ وخوري. آنها باید نان چاشت را بخورن. پس در اینجا چی شد؟ امرای دی همچنان هاف ټو آمد. دوستانو بیا هم له دی سره چه راغی؟ هاف ټو راغی. له آی سره مو استعمال کړ، له وی سره مو استعمال کړ، له یو سره مو استعمال کړ، له دی سره مو استعمال کړ. با این همه ما شما استفاده کردیم از هاف ټو. امرای آی
وی یو دی ما شما هفتور استفاده کردیم و باز گفتیم که امرای اسم جمع همچنان میه بیامو ویلی چه لجمع اسمون سر هم رازی مثلا وای چه رشاد اند فهیم هاف تو ستدی مات رشاد اند فهیم هاف تو ستدی مات رشاد او فهیم باید در ریاضی مطالعه وکی یعنی رشاد و فهیم باید مطالعه ریاضی را بکنند دوستانو اوس پدی هیله چه پا هاف تو بندی پوشیوی هستیا هاف تو پا کم وقت استعمالیگی چه کلا فایل دیوی جمله آی وی یو دی او جمع اسم وی بل اوس رازو هستو تا آلی هستو بالای هستو صحبت میکنیم که هستو چی وقت استفاده میشه هستو وقت استفاده میشه که وقت فایل جمله ما شما هی شی ایت و یا اسم مفرد باشه دوستانو هستو چه وقت استعمالیگی؟ هستو پا ها وقت استعمالیگی چه فایل دو جمله هی شی ایت او یا مفرد اسمی یعنی یو کسوی دیگه دی پارا منگو تاسو لحستو نگتا اخلو ده هفتو او هستو مانا یو ده هر دویش یک مانا داره مانایش هسته باید خو فرق صرف هم داده چه کلا جمله پا آی وی یو دی او جمع اسم بنده شروع کیگی منگا تاسو هفتو استعمالو او کچیر تا یو جمله از منگا تاسو پا هی شی ایت او مفرد اسم بنده استعمالیگی نو بیا هستو ورته استعمالو نو رازی چه پا هستو بنده یو چو جمله جوری کو مثلا منگا تاسو وای چه هی هاز تو کال هیز فادر هی هاز تو کال his father هغه باید خپل پلار ته زنگ ووهی او باید برای پدر خود زنگ بزند he has to دیزی که چه راغه has to کچیر تا دغه he I were یا we were یا they were نو بیا has to منگه نشو استعماله بیا باید منگه تاسو ویلیو چه have to کنه I have to call my father یا we have to call our father خو دلتا فایل دو جمله هی ده نو منگه تاسو has to استعماله وای چه He has to call his father. هغه باید خپل پلار ته زنگ ووهی. همدغه رنگ کچیر ته جمله په شی باندې شروع کیږي نو بیا هم موږ تاسو has to استعمالو. مثلا وای چې She has to clean the kitchen. She has to clean the kitchen. هغه باید پخلنځی پاک کړي. She has to clean the kitchen. هغه باید پخلنځی پاک کړي یا او باید آشپزخانه را تمیز کند یا پاک کند. دوستان دلته بیا جمله په شی باندې شروع شوی ده نو موږ تاسو ورته has to استعمال کړ. دوستان عزیز چون جمله ما شما با شی شروع شده باید از has to استفاده کنیم و has to چی مانا؟ باید. یا مثلا کچیر تا جمله پا ایت بنده هم شروع کیگی نمونگا تاسو ورتا has to استعمالو مثلا وای چه it has to sleep it has to sleep حقا باید ودشی یا حقا باید ودشی دا ایت سیده بغیر دا انسان نه دا نور و شان دا پار استعمالیگی مثلا که یو پیشو منگا تاسو خیی که یو بلچه منگا تاسو خیی وای چه حقا باید ودشی یا حقا باید ودشی نو ایت ورتا استعمالو نو ایت has to sleep او باید بخوابد اگر یک پیشک باشه یک سگ باشه یک چیز دیگه باشه بدون انسان هر چیز دیگه که باشه برای از ما شما از it استفاده میکنیم میگیم که it has to sleep او باید بخوابد یا هغه باید ودشی یا هغه باید ودشی که مانسوی ویدشی پختو که او که مذکروی نو بیا ودشی ویدشی ودشی دا فرق دا پکه نو ده it سر بیا هم منگتاسو has to استعمال کرد او کچیر تا مفرد اسم هم وی نو ده مفرد اسم سره بیا هم منگا تاسو has to استعمالو مثلا پی جمله که منگا تاسو وای چه Dr. Shakir has to go to the hospital Dr. Shakir has to go to the hospital Dr. Shakir باید روختون تا ولاړ سی Dr. Shakir باید روختون تا ولاړ سی یا Dr. Shakir باید شفاخانه برود اینجا چون در جمله ما یک نفر است به او خاطر ما شما has to را استفاده کردیم چی را استفاده کردیم؟ has to را استفاده کردیم پس به این شکل اگر فاعل جمله ما شما he, she, it و یا اسم مفرد باشه امرای ما شما چی استفاده میکنیم؟
has to. اگر فایل جمله ما شما I, we, you, they و اسمای جمع باشه پس have to را استفاده میکنیم. دوستانو پمدی دول بندی تاسو کولی شئ چې نور جمله هم جوړ کړئ په کامنٹ کې راته ویلی کې هم د جمله جوړ کړئ. خو باید په توپیر باندې پوه شئ چې have to کوم وخت کې استعمالیږي او has to کوم وخت کې استعمالیږي. بیا هم درته تکراروم د I, we, you, they او جمع اسمونو سره have to استعمالیږي. له هی شی ایت او مفرد اسمونو سره has to استعمالیږي. نو هیله ده دوستانو چې په کامنټونو کې راته یو څو جملې تاسو ولیکئ چې په هغې کې تاسو has to او have to دواړه راته استعمال کړئ. نو دوستانو که څه پوښتنه چې شالرئ هیله ده چې په کامنټ کې راته ولیکئ. دوستان نهایت عزیز از شما خواهش میکنم که در کامنټ برای جملات را شما بنویسین که have to و has to را داش استفاده کرده باشین و اگر سوال چیزی داشته باشین لطفا در کامنت بنویسین. انشاءالله با امید دیدار آینده ستاسو دلیدو پتامه. خدای پامان.